سلام عرض میکنم سلام خانم دکتر، درود بر صبحتون شما. بخیر. درود بر صبح شما، شما صبحتون بخیر. بخیر. قربون همچنین، شما. مرسی، خوب ممنون. هستین؟ خوب، خدا رو شکر، مرسی، ممنون، خوبه، خوب. با یک خیلی موضوع خوب. بسیار خوبی دیگه امروز همراه هستیم. شروع کنیم. شروع کنیم. شما دلیلی که این احساس گناه رو انتخاب کردید، آیا به خاطر خونه تکانی مغز، ذهن، چیه؟ چطور شدین انتخاب کردید؟ گفتیم نزدیک عیده، یه خونه تکونی فکری هم داشته باشیم. فقط نمیشه خونه هامون رو به خونه چی میگن تمیز کنیم و خونه تکونی داشته باشیم. بعد بعضی موقع ها این افکارمون رو هم یه ذره بهش نظم بدیم، افکاری که شاید سالیان سال به اشتباه نگهشون داشتیم و همیشه اذیتمون کرده، اونها رو هم یک پاکسازی بکنیم. و باریکلا، شاید احساس خیلی گناه خوب هم گفتید. یکی از اون احساس هاست که خیلی شاید داشته باشن، حالا برای موارد مختلف. خیلی قشنگ گفتید ساناز جون. کم کم داری روانشناس اختیار میشی دیگه، خواهش از کار میکنم. بیمه و حسابداری حسابداری و بیام بیرون. این ساناز اختیار. همیشه کلاس میره مرتب و من عاشقشم. یعنی قربان کسایی که بشم. خانمایی که تو رشد هستن خوبه و مهم اینه که همسرشم پشتیبانشه. این خیلی قشنگه و یک همسر خوب همیشه، چه زن چه مرد، میتونه تفاوت ایجادی تو زندگی ما بکنه و این درست، خیلی خوبه، یار خوب داشتن. خب دقیقا ساناز همینطور. جون بفرمایید، دوستان دارن میان. قربانش، بله، چیکار کنن؟ خوش خبر آمدین کنید بقیه همراهان. رو، بقیه رو فرما میتونن بفرمایید چیکار کنن. لایو رو شیر کنن با دیگران، به دیگران مسیج بفرستن، پیغام بفرستن، به لایو ما جوین بشن و خب لایو هم سیو میشه، بعدا هم میتونن ببینن حتما. خب ما حاضریم. دوستان عزیز، امروز هم همراه با دکتر شیرین نوروی همراه شما هستیم با یک موضوع دیگر. دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی و لایف کوچ هستند. شما میتونید در خصوص خشم، درمان خشم، افسردگی، استراب، مشاوره قبل و بعد از ازدواج و قبل از فرزندآوری، مشاوره در خصوص اختلالات بعد از سانحه از ایشون وقت بگیرید. خانم دکتر در خصوص درمان با EMDR یا حساسیت زدایی هم تخصص دارند. شما میتونید به صورت حضوری در مطبشون و یا از طریق آنلاین در مطبشون در اورنج کانتی هست میتونید وقت بگیرید و تلفن تماس 949 294 34 88. سوالاتتون رو میتونید در کامنت بنویسید در آخر برنامه یا در بین برنامه اگر سوالی دارید در این خصوص، در این برای موضوع امروز، و خانم دکتر پاسخ خواهند داد. خب موضوع امروز این هستش که چرا ما احساس گناه میکنیم. خانم دکتر با این شروع کنیم در ابتدا، یک تعریف کلی اصلا از احساس گناه برای ما لطفا بیان کنید. اولا کسانی که احساس گناه میکنن با کسانی که احساس گناه نمیکنن، مثل سوسیوپات‌ها و دیگران که بهتون میگم، اونایی که بیماری روانپریشی دارن و وجدان ندارن، بسیار فرق میکنن. ولی آدم دلش میسوزه، من به معنی روانشناس وقتی میبینم که سالها عزیزی این احساس گناه رو کرده، این بار سنگین رو دو دوشش گذاشته، میخوام کمکش کنم. این چیزیست که در تضاد با ارزشاش. این شخص ارزش داره، این شخص اعتقاد داره، این شخص استانداردهای اخلاقی داره، شرعی فرعی، هر چیزی که تو فرهنگ ما میگیم. این شخص احساس میکنه که در مقابل شخص دیگه جامعه مسئوله، اون قشنگه، ولی خودش رو بسیار آزار میده که اینجاست که ناپسنده و اینجاست که اشکال داره، که ما امروز راجع به این صحبت میکنیم که چگونه یاد بگیره که اگر اون احساس رو داره، تو این برنامه میگیم چجوری ادارش کنه، چجوری ببینه در اون زمان چه اتفاق افتاده، چگونه ببینه که این احساس کودکی در زمان کودکی شکل گرفته. این شکل گرفته و نوعی که بوده اینه که نوع رفتار مادر و پدر، نوع پایین آوردن بچه ها، نوع انتقادات، نوع مقایسه کردن ها، نوع مطلق گفتن ها، نوع شخصیتشون رو خورد کردن ها، همه اینا باعث شده که این توی آدم ها بره و یه کار اشتباهی که میکنن
به جای اینکه بگن عبور میکنیم، یاد میگیریم، این احساس گناه رو میذارن. مادر بزرگی رو میشناسم که حالا مراجعه کنندم گفتن مادر بزرگ بنده هم اینجور بود و همه ما لیبل داده بود. اون یکی مثلا چاق بود میگفت خیکی، اون یکی چکم پیش داشت چپ بود. این اصلا یکی رو میگفتش که شله زرد، نه شیر برنج وارفته، و این مرد مهندس بود، کار عالی داشت، آمد پیش من. یک کسی دیگه بود که این نسبت رو بهش داده بود و بیورزه و میگفت من همیشه با اینکه اینقدر کارم عالیه میلیونر، هنوز فکر میکنم بیورزم. فکر کنین یه مردی مثلا 45 ساله. بنابراین سلف استیم، حرمت به نفس ما رو میتونن اطرافیان بگیرن، خب میتونن بگیرن. حالا من میخوام اونجا رو بگم که شخصیت های روانپریشی اصلا نمیدونن چشونه، مریضن، نمیدونن چشونه، اونا میتونن احساس گناه نکنن. شخصیت سوسیوپات که خیلی درصدشون بسیار کمه، کمتر از 1%، اونا اصلا خودمحورن. من کاری نکردم، اون شخص دیگه کار کرد، اون باعث شد. برای اینکه ما وقتی که احساس گناه میکنیم معمولا خودمون رو مقصر میدونیم و خودمون رو سرزنش میکنیم، احساس و اخلاق و رفتار و حالمون بد میشه نسبت به خودمون. یا این سوسیوپات ها چیکار میکنن؟ میگن تقصیر یکی دیگه بود، اصلا به من مربوط نیست. اصلا من آدم نارسیسیستیک خوب عالی، هر رفتارم بی نظیر، برای احساس و گناه کنم؟ احساسی ندارم و اون بده، اون بده. خب که من با اونا کار نمیکنم. درسته. افراد معمولا بابت چه اتفاقات یا مسائلی در زندگیشون احساس گناه میکنن طبق تجربه که شما داشتید؟ شما به من بگو. خیانت کردم؟ شما بگو خودت چی فکر میکنی. اتفاقا من یه باکسی گذاشته بودم توی اینستاگرام که هر کسی دوست داره بنویسه در مورد چی داره احساس گناه میکنه. چند موردشو نوشتم اینجا. یکی از عزیزان نوشتن که برای روزهایی که ترسیدم از آینده و فرصتهای زندگیم را سوزاندم، همیشه از آینده میترسم، نمیدونم چرا، به خاطر روزهایی که سوزوندن در واقع احساس گناه میکنن که چرا ازش خوب استفاده نکردم. نوشته که چند سالشون خانومن یا نه؟ ایشون نمیدونم، نه متاسفانه نمیدونم. پس احساسشون فکر کنم برای خانوم بودن. نه فکر آقا بودن، آقا بودن ایشون. برای ترسیدن. اوکی دیگه. بعد نوشتن دیگه؟ که برای اینکه وقتی دیگران برای زندگی من تصمیم میگرفتن، چرا من توانایی مقاومت به اونها رو نداشتم. اوکی عالی. و دیگه نوشتند باید در ازدواج میموندم به خاطر دخترم. یکی دیگه از عزیزان نوشتن اینکه اشکا و التماسای دختر 5 سالم رو ندیده گرفتم و متاسفانه خانمشون بهشون خیانت کرده بودن، نوشتن تحمل نکردم و جدا شدم. پس هم اینجا نگه دار تا بقیه رو بعدم بخونیم. سه چهار مورد دیگه. پس اولیش رو تکرار کن برای یه بینندگان. ترس آینده، فرصتی که داشتم و سوزوندم، و اینکه از آیندم همیشه ترس دارم. برای روزهای که ترسیدم از آینده و فرصت‌های زندگیم را سوزاندم و همیشه از آینده میترسم، نمیدونم چرا. ببینین، سوزاندم و ترس از آینده یعنی اینکه من تسلیم این احساسات و این افکارم شدم و آینده حتما بده. اصلا ببینین، ما که میگیم گذشته که رفت، آیندم که نیومده. ما قراره در لحظه زندگی کنیم و به خودمون قوت قلب بدیم که امروز تسلی به خودمون بدیم، همین امروز من چه کار دارم میکنم، چه چیزای خوبی داره به وجود میاد، چه اشتباهاتی هم میکنم، نگاش میکنم، احساساتم رو درک میکنم. اونجایی که من راجبه آنونه، نمیدونم در آینده چی میشه و این لحظه‌م هم میسوزونم، اونجا من گیر کردم، اونجا حتما من مشاوره لازم دارم. اونجایی که من کاملا طبیعیه که ما مثلا بعد از یه چیزی که اتفاق افتاده در گذشته، مثلا فوت پدر، حالا من توضیح میدم اونو، یا مثلا خیانت، یا مثلا غیبت، یا دروغگویی، یا whatever، هرچی احساس حالا گناه کنم، اونو حل میکنیم، صحبت میکنیم. ولی که من حالم رو سوزوندم،
چون ترس از آینده دارم، بله اینطور نوشته. احساس گناه میکنم. آینده شناخته نیست. هر نوع ترسی مغناطیس بیمارگونه داره و واقعی نیست، فقط فکر و توهم و خیالات ماست. Fear is fake evidence appear real. نیست. شما بپرین تو ترساتون، روبرو بشین ببینین چی میشه. ترس از اخراج دارید، اخراج میشید. ترس از طلاق دارید، طلاق میشید. ترس از رفوزگی دارید، رفوزه میشید. ترس از مهاجرت دارید، میرید مهاجرت میکنید، خراب میشه. دونه دونه ترس از هر چی که داریم اخراج. نوعی رفتار میکنم که مثل که رو پیشونی مینوشته منو بیرون کن، اخراج میشم. طوری رفتار میکنم میترسم طلاقم بده یا طلاق بگیره. حالا خانمی که نوشته با بچه شاید میموندم، حالا توضیح میدم اونو. این طلاقه میشه. اونجایی که من نگاه میکنم به خودم، به معیارهای خودم نگاه میکنم، ارزشهای خودم نگاه میکنم، مینویسم افرمیشن لوئیس هی بی نظیره. ببین من چه کارهایی کردم تو زندگیم، کجاها وایسادم، کجاها عبور کردم، کجاها قدرت داشتم. مثلا اون 5 سالگی ما یادمون میاد بنویسیم. من وقتی داشتم کتاب هم نوشتم خودم خندم گرفت، گفتم چه بچه 5 ساله پررویی بودی. در این حال که خجالتی هم به من گفته بودن، مادر من میگفتش که سر تو بنداز پایین حرف بزن با بزرگترام. باور کنین این پیشونی من انقدر به خیابان امیری خورد، به پست، صندوق پست، وقتی بزرگ شده بودم مثلا خب سینه حالا نشون میده، وای خجالت میشم. اونم گفته خجالت، به چشمم نگاه نکن حرف میزنی، سر تو بنداز پایین. یه بار من به دختر 12 سالم گفتم اینجا متولد شده اینجا، یه چیزی گفتم اینجوری هم نزن سر تو بنداز پایین. گفت مام وی نید تو هم آی کانتکت، ما باید به چشم هم نگاه کنیم حرف بزنیم. گفتم ببین چیان اینا، ببین چیان، و ما رو چجوری خجالتی دار کرده بودن. مثلا اینجا بی احترامی اگه آی کانتکت نداشته باشیم وقتی داریم با کسی صحبت میکنیم، تو چشش نگاه نکنیم، بی احترامیه. و ما چطوری بزرگ دمت گرم. ولی به ما چی میگفتن کودکی؟ سر تو بنداز پایین، بزرگتر اینجا نشسته حرف نزن. آخرین نفریم که بهمون غذا رو مثلا اجازه میدادن بکشیم، یا تا ساعت 1:30 گرسنه بمونیم که جمعه است پدر بیاد خونه. خب بچه همه گرسنن، بابا غذا رو بدین، احترام بگذارید. بر صورت اینا ترس های ما بوده و اونجاست که داره خانم خودشو میسوزونه. توجه به خاطرات مثبتش کنه، توجه کنه چه امتیازاتی داره، توجه کنه که تصمیمش درست بوده در اون لحظه. خانمی که برای یا آقایی که برای ازدواج گفت ندیدم بچه 5 سالمو، بهتون بگم من با طلاق مخالفم. زمانی 3 مرحله پیش میاد میگم طلاق رو روش کار کنید، برید مشاوره. خشم، ابیوز، آزار روانی و فیزیکی، خیانت و اعتیاد. اونم شما با همسر اعتیادتون میتونین کار کنین که حالش خوب شه، با عشق و حضور بودن. خیانت هم قابل حله. بسیاری از خیانت ها It's Madonna symptoms، یعنی اینکه مرد ها وقتی که میرن خیانت میکنن. حالا نه اینکه دارم بهشون میگم کار درستیه، 100% در هر دین و آیین یا در هر همه جای گیتی ناپسندیده است. ولی اینا نمیرن خانم ها به خاطر اینکه شما خوب نبودی، اینا میرن که مادانا سیندرومه، یک زن فاحشه، یک زنی که مشخصات شما رو نداره، با اون میرن موقتیه و شما رو یه دونه زن معصوم تمیز خوب میبینن. بنابراین این نیست که شما رو دوست ندارن، ولی یس حق دارید ناراحت شید، عصبانی بشید، حتما بفرستیدش مشاوره. قبل از مشاوره اصلا برنگردید. تازه وقتی هم برمیگردید شرایط بسیار زیادی داره، شرایط بسیار داره. بنابراین اینا رو میخوام حواستون باشه. خانم 60 ساله اومده به من میگه شوهر 70 سالم رفته ایران خیانت کرده، من چیکار کردم؟ گفتم راجبه تو نیست، راجبه تنوع طلبی و بیماری اوه و و غیره. حالا این موضوع رو میگذرونیم. وقتی احساس گناه اگر اون شخصی که خیانت کرده نکنه، اون سایکوپاته، اونو باید از زندگیتون خارج کنید. و کتاب Crazy Love، عشق ویرانگرم بخونید، که شما که یک شخصیت لیمرنس
کودیپندنسی دارید، عاشق کسی میشید که نارسیسیستیکه و اینجوریه، ببینید مسئله شماها چیه، چه در مورد زن چه در مورد من. خب سوال دیگه. درسته، مرسی، ممنون. و باز هم نوشتن که وقتی که پسرم رو دعوا میکنم احساس گناه دارم، و یا نوشتن که برای اینکه یک فرزند دارم و برای تنها یک فرزند داشتم و محکوم کردن فرزندم به تنهایی این و یه مورد این دوتا رو ثبت کنم. بعد از این دوتا فرزندم رو دعوا میکنم، فرزندشون رو بنویسن چند سال است، چرا دعوا میکنن، چرا بلد نیستن فرزند پروری. سناس جون برنامه بذار برای چیز، مصاحبه کنیم برای انواع پرنسا و انواع خانواده ها و چه کار بکنیم. شما اگر نوع والدین دموکرات باشید، نه پسیو اگرسیو یعنی بالا پایین، یا اتوریتریان یعنی دعوا و داد و بیداد، اگر این دو نباشید، نوع دموکرات باشید، برای چی دعوا کنید؟ برای چی جیغ بزنید؟ برای چی فریاد بزنید و کتک بزنید؟ برای چی تنبیه کنید؟ برای چی قهر کنید؟ شما باید فرزندتون رو، فقط خلاصه اینجا میگم، وقتی که کار خوبی میکنه به به و چهچه کنین، ولیدیت کنین. کتابی هست Catch them being good، بچه ها رو زمانی که رفتار خوب، نه اینکه خودشون خوبن، همیشه تو خوبی، رفتار الان ناپسندید است، Catch them when being good، بچه ها رو بگیریمشون، ترجمه فارسیشو نمیدونم کردن یا نه، نگاهشون کنین، توجه کنین، امتیاز بدین وقتی که رفتار خوب میکنن. خیلی از رفتاره که نامناسبه رو توضیح میدید، توجیه میکنید براشون، بعضی وقتا هم نادیده میگیرید. اصلا شما حق نداری فریاد بزنی، یک بچه وحشی تهاجمی به وجود میاری که میره سوسیوپات میشه، اینه با دنیا میجنگه، میره اصلا بیمار میشه. بنابراین شما و همسرتون مسائلتون رو باید حل کنید. شما باید بدونید که اشکال من چیه که من اینقدر عصبانیم و فریاد میزنم. اگر مسئله با شوهرت داری، برو روانشناس ببین چرا بچه بدبخت و داد میزنید سرش، برای اینکه زورتون میمرسه. اوکی؟ شما قراره روی خودت کار کنی. پس متوجه شدی سن و مادر پدر رو حاشت بذاریم اونجا حتی. و برنامه مثبت بذاریم. جانم میگم حتما یه برنامه در مورد انواع والدین باید بذاریم. اوکی. خب سال بعدی تک فرزندی جزا. بود. بله. ببینید در اون شرایط شما بیشتر از یک فرزند نمیتونستید داشته باشید. در اون شرایط هر چه بود، مالی بود، کلاسی بود، دوره‌ای بود، هر چی بود، نمیتونستی بیشتر از یک فرزند داشته باشید. حالا که یک فرزند دارید، برید یاد بگیرید کلاسای مادر پدری که با این یک فرزند چجوری رفتار کنید، چجوری دوستایی براش در واقع بخرید، دوستای باب که من همیشه میگم شما حق ندارید وقتی یه زن شوهر هستید بچه دو ساله دارید دیگه برید دیت خودتون رو بکنید. با مادر پدرایی که بچه یه ساله، دو ساله، سه ساله دارن چیکار کنید؟ رفت آمد کنید که بچه هاتون هم با اینا رفت آمد کنن. شما باید مسئولیت اینو بپذیری که حالا این بچه به دلایل بسیار درستی، دلایل کاملا درستی، شما نمیتونستی بیشتر از یه بچه داشته باشی. دمت گرم. اگر شما سلب مسئولیت میکردی و به خاطر اینکه بچه اولم تنها نباشه یه بچه دیگه بیارم، اونجا باید احساس گناه میکردی. شما مسئول بودی، وایسادی، یک بچه آوردی و حالا باید بدونی که چقدر فرصت برای رشده. چقدر من خانواده میشناسم، حتی خودم دخترم 10 سال بزرگتر از بچه های دیگه است، من که نمیشد دانشگاه و درس و کار و هیچ چیزی به عوض نشد. حتی وقتی میخواستیم بچه دار بشیم میگم شهر زاجون میخواییم، میگم نه بابا خیلی خوشیم ستایی. و واقعا وقتی نامدن دوتا پسرها دیگه، من کلاس هایی که ایشون رو موردم کلاسی نبود که نبرم، که فرصتم کم شد. ولی به هر حال الانم که میبینم با این اختلاف سن، عالی عالی.
و شما دوستایی میتونن بچه هاتون داشته باشن، دوستای خانوادگی داشته باشید که ببینید که چقدر لذت بخشه. یعنی فرصت برای توسعه فردی خودتون، بچهتون، مهارت های اجتماعی، مهارت های خانوادگی، یاد گرفتن و تحسین به خودتون بگید که بچه دیگر نیبودید که این یه بچه تنها نباشه، این بچه هم یاد میگیره، دوستان زیادی داره. اصلا مگه چند تا خواهر برادر رو ما میشناسیم؟ خانواده هم کار منه، کار منه. این چقدر فایل دارم که همیشه با هم جنگ دارم، همیشه دعوا دارم، همیشه مسئله دارم. چی دارید میگید اگر تک فرزند باشه اینه؟ و من مخالفم با خیلی از روانشناسا که اینجوری صحبت میکنن که نه خیلی بده. شما باید شرایطتون رو ببینید، موقعیتتون رو ببینید، آیا از اوتش برمیاد از لحاظ مالی، معنوی، اجتماعی، خانوادگی، نوع زندگیتون، تحصیلاتتون، کارتون، یعنی چی؟ شما احساس غرور کنید نازنینم. سال بعدی یکی دیگه از دوستان نوشته بودن که چگونه با احساس گناه و افسردگی بعد از دست دادن عزیزان میشه کنار اومد. مثلا این مسئله شاید برای خیلی از کسانی که خارج از کشور هستن یا از عزیزانشون دور هستن این خیلی پیش میاد. وقتی که عزیزی رو از دست میدن میگن کاش که من اونجا بودم، شاید میتونستم یه کاری بکنم، شاید اگر اونجا بودم این اتفاق براش نمیافتاد. و این بعد از این به خاطر اون دوریه شاید این احساس گناهه بیشتر میشه. در مورد اینم اگر میشه لطف کنید، اگر اونجا بودم، اگر اونجا بودید، نبودید فرقی نمیکرد. سرنوشت رو شما بازی نکنید، باش دستنی رو بازی نکنید. شما چی کاره اگه من اونجا بودم فوت نمیکرد؟ شما حق ندارید در هر دینی یه همچین چیزی بگی. شما نارسیسیستی که خودشیفته هستی که فکر کنی اگر من بودم مادرم نمیمرد، اگر من بودم پدرم نمیمرد، اگر من بودم برادرم فوت نمیکرد. نه، اون سرنوشت او بود، ما دست ما نیست، این مشیت الهیه. یکم توکلتون رو زیاد کنید، یکم یقین داشته باشید به چیزی که اتفاق افتاده، یکم ایمان داشته باشید که اینا خارج از کنترله. اما قبول میکنم که آره حالم بده چون من نبودم، حالا حتی بودم تو اون محل و باز نبودم پیش مادر پدر. معمولا تمام تلفنایی که میشه سن ازشون راجب فوت مادر پدره، معمولا که ما چجوری تجزیه و تحلیل میکنیم و چگونه خودمون رو مقصر میدونیم. دستیز من کاری نیستم، حتی بودم هم فرقی نمیکرد. احساساتتون رو بپذیرید که خوب بود، اگر می بودم بیشتر عشق می کردم، عالی بود، دست مادر و پدرم دستم بود. نبودم، دلایل زیادی بود که نبودم. مگه من دشمن اونا بودم؟ مسئولیت رو بپذیرید که به عنوان مهاجرت، به عنوان دور بودن، به عنوان نزدیک بودن و نادانی با پدرم یا مادرم قهر بودم، نمی فهمیدم اون موقع. الان این مسئولیت رو می پذیرم. اولین اقدام اینه که اعتراض میکنم اشتباه کردم، میرم پیش روانشناس، او با من کار میکنه که این احساس گناه و پشیمانی شما رو جایی نمیبره. قبول کردن مسئولیت، قبول کردن احساسات، پذیرفتنشه، ویلکام گفتنشه و حالا یک نامه نوشتن به پدر یا مادر و مرتب نامه نوشتن در جوی آب انداختن یا هر جا و با او حضور داشتن و بیان احساسات و خاطرات قشنگ خوبی که با اونا داشتید رو بنویسید. و نمیدونم چقدر شما به روح باور دارید یا نه، من اینجا اصلا نمیتونم راجع به اون صحبت کنم، ولی زمانی که شما این احساس گناه رو میشویید، میریزید دور، نه که هر روز میمالید به صورتتون، به مغزتون، فکرتون، عصبی میشید، دیوونه میشید، مریض میشید، با همه اختلاف دارید، حالتون بد میشه، وزنتون یا لاغر یا چاق، خوابتون بد میشه، دیپرشن میگیرید. به جای این دو جلسه بید با یه روانشناس صحبت کنید. EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing خوب میکنه، ولی خودتونم تا زمانی که درگیر نشید، به احساساتتون اجازه بدید عبور کنه
و یه دفترچه داشته باشید تا من این حسو دارم می‌نویسم. بعد می‌نویس بعدش آره اینجوری کردم، کار بعدی کردم، بعد می‌نویس در اون لحظه چی کار میتونستم بکنم، من چی کار میتونستم بکنم. خارج از کنترل شماست و این دعای دوازدهگانه رو بلدید یا نه. خداوند قدرتی به من عطا فرما تا بپذیرم که چیزهایی رو نمیتونم تغییر دهم. نمیتونی. خداوند قدرت بخواه، ایمانتو زیاد کن، هر دینی هستی باور کن، کاری کن راجبش و شهامتی که تغییر دهم چیزایی که میتونم و خردی که تفاوت این دوتا رو بدونم. من نمیتونم، او از دست رفته، او جای خوبیه که من نمیدونم. حتی با نمیدونم که اصلا چی هست یا میدونم که نمیدونم، حاضر باش بپذیری که او جای خوبیه، شما هم جای خوبی هستی و به خودت یقین میدی، اطمینان میدی که همه چیز طبق قانون طبیعت داره پیش میره. من هیچ کارم، من هیچ کارم و هیچ، همین لغتی هیچ، هیچ، هیچ چیزی دست من نیست. دقیقا. اصلا داشتن این احساس یه مقدار به نظرتون نرمال هست بعد از این اتفاقاتی که میفته؟ شاید برای، چون من خیلی شنیدم افراد مختلف که این اتفاقات براشون افتاده و دقیقا همین صحبت ها رو کردن، اگر من اونجا بودم کاش این کار رو میکردم. یعنی خیلی میبینم مشترک این حس. انگار به نظر شما عادیه، نرماله یا نه؟ یعنی داشتن حتی یه مقدار از این حس. یه نوع شخصیتی ما داریم که یه بار با هم صحبت کردیم راجع به شخصیت مرتلب، یادتونه؟ که من میخوام همه رو راضی کنم، به هر بهایی از خودم میگذرنم که اینا رو اینجوری کنم. و اگر اون شخصیت رو دارن همیشه میگن که من نکردم، من هر کاری کردم نرسیده، خب من نتونستم اون عشقم و محبت و دوست داشتنم رو به نشون بدم، من نتونستم روابطم رو با این درست کنم. اینجاست که ما نگاه میکنیم میگیم که ببین تو کجا گیر کردی، برو نوع شخصیتات رو نگاه کن که چرا اینجا گیر کردی، چی رو میخوای میتونستی بکنی. یاد اون تجربه های تلخی که تو زندگیمون بیافتیم که من احساس گناه رو اصولا به ما میده، که حالا ما این گناه رو اسوشیت میکنیم با فوت یه نفر یا با یه چیز دیگه، با یه چیز دیگه. اون نقد و انتقاداتی که با ما شده، شده کودکی خیلی شده، حالا این نقد انتقاد رو خود چکار میکنیم؟ خودمون با خودمون میکنیم. اونجا که چیزای منفی به من گفتن، حالا خودم منفی میگم، مرتب چرا نگردم، شرم، خجالت، این مال کودکیه. ترس و وحشت هایی که به ما دادن تو دوران کودکی، دعواهایی که جلو ما شده، اغلب خانواده ها اینا دارن. اون اتچمنت ها که جان بالبی خیلی خوب میگه، تجربه جدایی یا اهمال، مادر پدر من گذاشتن میشه به اصلا رفتن یا وقتی بودم توجه به من نکردن. دانیل سیگل در کتاب Parenting from Inside Out خیلی خوب میگه که وقتی که یه پدری میخواد بچه 3 سالش رو ببره شب دندونش رو مسواک کنه، بچه نمیاد، میگه فقط با مادر میخوام برم. پدر احساس گناه میکنه، یادش میاد کودکی منم به من اهمیت ندادن، اصلا من که بدبختم، آدم بدیم، ببین بچه هم اینجوری میکنه. یه پدر دیگه که زندگی سالم تری داشته میگه چه خوب با خانمم رفت، حالا من میشینم میزو میچینم، یه کاری میکنم، باش بازی میکنم. اینا همه سوء تفاهماتیست که در دوران کودکی برای ما پیش اومده، به ما دادن. سر تو بنداز پایین، به چشم بزرگتر نگاه نکن، حرف نزن، خفه شو، دختر خاله پسر خاله تو ببین شاگرد اولن. این حس رقابت و اینا رو تو ما گذاشتن. هم چیکار کنیم؟ هم نگاش کنیم، بشناسیمش. برنامه رو بارها ببینید، بارها این برنامه رو ببینید، ببینید که چقدر عدم احساس گناه شما رو تو زندگیتون خوشحال میکنه. گناهی نکردم، گناهی نکردم. طوری باشید مثلا مراسم مادرتون، خب مادر من وقتی فوت کرد مراسمش مثل عروسی بود،
همه لباس سفید پوشیده، موسیقی، و من تنها چیزی که نداشتم احساس گناه اصلا، به هیچ وجه. آره درسته، 4 بارم سرش داد زدم، مامان بس اینقدر تمیز میکنی، مامان فلان، ولی اصلا گناه نیست. برای چی؟ من تا اونجایی که میتونستم بهترین تلاشم رو کردم، ولی من اینا رو بیرو درواسی میگم که شما بیرو درواسی بیا اینو بنویسید و بگید، درک احساساتتون بکنید. هیچ کس کامل نیست. دقیقا درسته. همه اشتباه کردیم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ چکش نامرئی رو برداریم بزنیم تو سرمون. خودمون رو کشتیم. خشم، عصبانیت، دلتنگی، بیخوابی، افسردگی، استراب، تراماتایز شدن، پست تراما استرس دیسوردر. او مای گاد، یه نفس عمیق. افرمیشن، من انسان خوبیم، من بهترینم رو کردم، من کارهای خوبی که کردید رو بنویسید. گفتم دیگه. یه خانمی هم نوشته بودن که به خاطر اینکه یک بیماری ارثی در خانواده داشتن و وقتی بچهشون به دنیا اومده متاسفانه اون بیماری منتقل شده، نوشته بودن که به خاطر اون همیشه عذاب وجدان دارم که کاش بچه دار نمی شد. واه شما چقدر نقش داشتید در بیماری مثلا سیستیک فایبروسیس؟ ژنتیک بچه شما میگیره. و من با مراجعه کننده دارم صحبت میکنم، با اینکه میدونین بچه داره، اینو داره، من براتون تعریف کنم. قبول کرده بچه رو نگه داره. چرا؟ میگه من انتخاب شدم، من قراره به عنوان دو پزشک مرفه جوان این بچه دوم من یا سوم اینجوری داره میشه و من مسئولیت دارم که این بچه رو. اونو میگه، من نمیگم غلط درست. اعتقادات رو ببینید. من قراره این بچه که یه روحیه در بدن من هست، این بچه رو من دوست داشته باشم، عشق بدم، بزرگ کنم. چون اگر این بچه رو من بیاندازم، این بچه نوعی جای دیگه به دنیا میاد، اونجایی نیستش که مثل من و همسرم انقدر مسئول، انقدر متعهد، انقدر متمول، انقدر ساپورت خواهر و برادر و پزشک و اینا رو داریم و نگر میدارم. چی میگید شما؟ چی میگید خانم؟ مگه اصلا احساس گناه برای این چیزی که قرار بوده سر شما بیاد، خب اومده، ربطی به شما داشته؟ اصلا ربطی به شما داشته؟ اصلا به شما مربوطه که حالا شما داری این احساس را میکنی؟ آره؟ را؟ اصلا ربطی به شما داره؟ شما اصلا چیکاره؟ قدرت چیه؟ اصلا مشیت الهی رو چی میگی؟ من نمیدونم. کتابای زیادی هست در رابطه با روح، اگر میخوایید حالا باور دارید، من نمیدونم. Go ahead. مرسی، ممنون خانم دکتر. پس در مورد مهرطلبی اشاره کرد، یکی از سوالا بود اتفاقا که آیا ارتباطی بین مهرطلبی و عذاب وجدان هست یا نه، یا همون احساس گناه هست یا نه. بله. مرسی، خیلی ممنون. بذارید من یه چند تا سوال انگار دوستان اینجا نوشتن بخونم. بذارید چند تا سوال خارج از بحثمونم هست بخونم یا نه. نوشتن بخونیم. شوهری که همیشه بد دهن هستند و فحش میدن و بعد پشیمون ربط نداره این، بعد پشیمون میشن، احساس گناه میکنن از اینکه چرا ناسزا گفتن. شما چی کار میکنید؟ بعد چند سال ازدواج کردن بپرسید. چند سال ازدواج کردن؟ ننوشتن چیزی. فحش میده، ناسزا میگه و بعد پشیمون میشه. خانم، باندری های شما چیه؟ ترس های شما چیه؟ قانون های شما چیه؟ یه بچه فحش میده، لگد میزنه، یا مثل که یه تصادف بزرگی شده
تصادف میشه، بعد میگیم ببخشید من نفهمیدم. شما سلف استیم شما کجاست؟ شما چطور همچین اجازه ای میدید که اون شخصی که حالش خوب نیست، خشم و نارضایتی رو در خودش بریزه رو شما؟ شما خوابیدی که لگدت بزنه، دمت گرم، لگد میخوری، تحمل داری، بردباری، مادرت گفته با لباس سفید برو عروسی، با کفنم برو بیرون. شما چه پشتیبانی روانشناسی و حرفه‌ای گرفتی؟ شما چجوری میگیم ایمپاور کردی ایشونو، اجازه دادی ایشون از کوره بر خودش در بره، هر ناسزایی میخواد بگه، بعدم بگه ببخشید معذرت میخوام غلط کردم. غلط کردی از اول، برو کودکی تو درست کن. خانمایی هم اصلا این کارا رو میکنن. برو رو خودت کار کن. شرط شما اینه که یک، آقا شما میری روانشناس، پول روانشناس هم میدی، نه روانشناس رایگان که فقط با بیمت داره کار میکنه، هزینه زیاد میدی. وقتی ما پولی رو میدیم قدر اون چیز رو میدونیم، ارزش داره برامون. میری پیش روانشناس، خرج میکنی، رو خودت کار میکنی، یه 10 جلسه، بعد من و تو با هم میریم همون 10 جلسه. اگر روانشناس خوب باشی رویشون کار میکنی، دیگه لازم نیست که تویتونم ببینه. و اونجایی که الان این سوال میاد، خانم های آقایون میگن که تقصیر او بود باعث شد که من قهر کنم، فوش بدم، داد بزنم، در قفسه رو اینجوری کنم، در خونه رو ببندم، بچه ها رو بکنم، تقصیر اون بود. اصلا اینا رو نمیپذیرید، اصلا قربانی نمیشید. چون آدمی که اینجوریه چیکار میکنه؟ شما رو مظلوم میبینه، خودش رو ظالم، و شما رو قربانی میبینه و میندازه گردن شما. شما اگر خودتو قربانی نبینی، مسئول ببینی، سازنده ببینی، عامل ببینی، متعهد ببینی، احترام به خودت بذاری، سلف استیم، حرمت به نفست، هیچ مردی نمیتونه این کارا رو به شما بکنه. زمانی که رانندگی میکنه، فوش میده، جیغ میزنه، داد میزنه، دفعه دیگه من نمیام با شما، نمیام. بابا نترسید، نمیام. یا خودم رانندگی میکنم، میشه هر کلاینت های من نقر کردن نه چیزی، خودشون رانندگی میکنن تا آقا یاد بگیره. آقا معمولا خوششون نمیاد، چپ پیچیدی، راست پیچیدی، اینجوری پیچیدی، میگن بهتون. خانم ها البته بیشتر میگن و خیلی باعث تأسفه که بگذارید خودش رانندگی کنه. بنابراین حل میشه. شما نارضایتی خودت رو بیان نکردی، پشیمونی ایشون رو گفتی. خانم کجایی؟ 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 33 سال از ازدواج کردن نوشتن، همین خانمی که این سوال رو پرسیده بودن. اوکی، پس 33 سال شما ایشونو اینیبل کردی، این قدرت رو بهش دادی، قربونت برم، مثل بچگی 6-7 سالگی داد بزن، جیغ بزن، بعدم بگو ساری متاسفم، مامانشی. امیدوارم یاد گرفته باشی، بنویس چیزی یاد گرفتید، عملی میکنید. لطفاً این سوالا رو که میکنید تو کامنت بنویسید، آیا راجبش کاری میکنید یا نه. ما انرژی نگذاریم، ما وقت نگذاریم، واقعا وقت نگذاریم. بنویسید. متوجه شدم که این تک فرزندی، متوجه شدم که این احساس گناه، متوجه شدم که این احساس گناه در رابطه مرگ عزیزان، متوجه شدم که این. لطفاً شجاعانه بنویسید. کار نمیکنه، کار نمیکنه، فقط من نفس بزنم و ساناز و مهربانیش این برنامه ها رو جور کنه. گوهد. یکی از دوستان نوشته بودن به خاطر خیانتی که کردم همیشه احساس گناه میکنه. عالی، دمت گرم. الان 3 مرد دارم باشون کار میکنم، بدون خانما. احساس خیانت کردن که گفتم همون مادانا سیندروم، راجب خانمیشون نبوده، احساس گناه میکنن. خب رابطه تو باید با خانومت بی نظیر کنی. تمام پسورد ها، همه چی در اختیار ایشون باشه. ایشون حق داره، حق داره مرتب رو سر شما بزنه که چرا این کار کردی. باید مشاوره برید، باید مشاوره برید که کمک بگیرید. و بعد جبران خسارت. چجوری جبران خسارت میکنی؟ باید کاری بکنی
که این زن متوجه بشه که شما 100% پشیمونید و چه کارهایی باید چه غلطهایی کردم و چرا اتفاق افتاد و دیگه نمی کنم. جبران خسارت اعلام اینه که من گناه کردم و اشتباه کردم و عاشق تو هم، تو بگو به من چی کار کنم. حالا یه برنامه شنیدم که گفتن دوست خوبم هم هستن که حالا آقایی که خیانت کرده باید خونهی که دارن به اسم دوتایشونه 100% به اسم خانوم کنه. اینا نیست. اینا اینه که اتمام حجت بدید که همچین چیزی اتفاق نمیفته و خانوم خط خودش رو بکشه که من دیگه تو این رابطه نیستم، دیگه نیستم. و نلرزه، نترسه، آقا رو هیچ چک نکنه، هر دقیقه تلفن. اون آقا پذیرش میکنه، اعتراف میکنه، غلط کردن میکنه، صحبت در روی رابطه میکنه، تعهد به این میده که من دیگه تغییر کردم، بیاریم ترابی. تنهایی میره ترابی، بهش یاد میده یاد چی کار کنه و میپذیره که عواقب این کار غلط این بوده. با مشاوره میتونه همون آقا که احساس گناه میکنه حال خودش رو خوب کنه، خانومم خوب میشه. مثلا جلسه دوم یا سوم یکی از این آقایین اومد گفت نمیدونم چی شده خانم، ترسیش خانومم که من مشاوره میام اینقدر عوض شده. گفتم تو عوض شدی، شما درکش کردی. یا مادر پدری که میان تراپی بدون بچه یا بدون نوجوان، جالب ساناز جون، میان میگن که نمیفهمم بچه من عوض شده، نوجوان من رفتارش عوض شده، شما عوض شدید. نه اونا، اغلب من میگم اونا رو نیارید، خودتون بیارید، من باهاتون کار کنم. ریشه شمایید، ریشه جامعه نیست، ریشه میدیا نیست، ریشه این نیوز ها نیست، شمایید. درسته. مرسی خانم دکتر، خیلی ممنون. سوالای من در اینجا تموم شد. اگر مطلبی هست که میخواید اضافه کنید. مطلبی نیست به جز اینکه خونه تکانی رو شما بگید. خیلی خوب داشتی میگفتید همون گناه ها رو خونه تکانی کنیم بریزیم بیرون، دیگه چی کارا کنیم؟ والا کار که زیاده غیر از خونه تکانی واقعی. گفتم هم به نظر من یه مقدار افکار منفیمون رو باید از ذهنمون بیرون کنیم، روش کار کنیم، ببینیم چی کار باید بکنیم. چون بعضی از ما برای سالها یک سری مسائل رو با خودمون همینطور اووردیم و هر روز یا شاید حالا نشد نه هر روز ولی مدام بهش داریم فکر میکنیم و اینها جلوی شاید پیشرفت ما رو حتی میگیره و آرامش از زندگیمون شاید بگیره. همینه که دارید میگید دقیقا. خانه تکانی روانی از لحاظ روانشناسی هم که من بخوام بگم یه تحول، نه تغییر، تحول عمیقیه که ما باید تو خودمون به وجود بیاریم. قدم های کوچیک یه تغییره، قدم بزرگ no changing transformation انجام بدیم. یعنی دیگه من احساس گناه میکنم بعد از این برنامه میگم دیوونم، مریضم، 6 ماه آدم ناراحته، سوگواری میکنه، دیگه اگر بیشتر از اون داره میره یه چیزی با منه، من باید بیام ببینم مسئله روانی من چیه. خب پس این میخوایم این تحول رو تو خودمون به وجود بیاریم که طرز گفتید فکرمون، رفتارمون، احساساتمون، نوع بودنمون رو عوض کنیم. حالا تغییرات ارزشیمون چیه؟ ما باورهای پوسیده داریم. من احساس گناه رو میگم اینو عوض کنم، لازم نگاه کنم اگر نوشتن بخونید بعد از این حتما. تحولات روی روانی رفتاری بر خودم به وجود بیارم، این خانه تکانیه. رفتارم عوض کنم، غیبت میکردم، حسادت میکردم، الان ماه رمضان شروع کنم. اینا رو اگه ایمان داری نداریدم بعد اصلا قرار نیست ماهی باشه، اصلا من برای خودم 40 روز 30 روز برنامه میذارم که تغییر رفتار کنم. تو دفترچه‌ام می‌نویسم برای خودم که من آیا کردم، آیا من تو زندگیم تحول ایجاد کردم، آیا در رابطه با همسرم من قرار با من خودم دست از انتقاد criticizing stone walling قهر بدترینه. اگر همسرتون اهل قهر شما نگذارید چه ماشتی کنید،
اون بچگیشو داره میگه، اون باید بره کمک بگیره. شما مگر قهرین؟ شما بچگی آسیب دیده؟ میذاری فاین میذاری، دوتا مریض با هم میجنگن، نگذارید قهر بیشتر از 2 ساعت باشه. 2 ساعت فضاییست که برام دیگه میدید. پوت دان، انتقاد یعنی یه پایین آوردن دیگری. بابا همسر یه کار خوبی میکنه، یه تعریف کن. نمیبینیم که میگن نه خراب میشه. اصلا خراب نمیشه، مثلا مردم انقدر کودکشون لطیفه عاشق تعریفن. ما هم اینجور، چه زیبا شدی، چه لباس قشنگه، رجبه کارت به من بگو، خانمای دوستان حرف بزنن، رجبه کارت بگو به من. خب اینا رو، این تحولات سال نویست که میخوایم در زندگیمون به وجود بیاریم. سانا جون کسی چیزی نوشت روز به تغییر خودش؟ یکی از دوستان نوشتن سوالات هم رو رو داخل باکس نوشتم. فکر میکنم اون کوشن باکس رو من نمیتونم ببینم، شما خانم دکتر فقط میتونید ببینید. پایین صفحتون احتمالاً یک باکس کوچیکی باید باشه که روش تعداد سوالا، یعنی نامبر داره احتمالاً. متاسفانه من نمیتونم ببینم. حالا دوست عزیزم میتونن برای خانم دکتر بعداً سوالشون رو بنویسن. نه من وقت ندارم. اینا الان چی نوشتن که قلبم گذاشتن؟ جان آخرین خواهم ببینم روش بخونه. از شما تشکر کردن که... نوشتن که سلام، من وقتی روی خودم کار کردم و 2 سال توانستم به موفقیت برسم، اطراف همه حسودی کردن و از من دور شدن. چرا؟ اونم برداشت شماست، اونم برداشت شماست، اونم مهرطلبی شماست. اونم وقتی میگه کسی حسودی به من کرد، من یک تحفه بی‌نظیرم. نه بابا، هر کس میخواد خودش کار کنه، خودشو نشون بده. شما اصلا حسادت دیگری رو نبینید. خدا شاهد من تو زندگیم ندیدم یک زن به من حسادت کنه، ولی رقابت مرد رو دیدم. مثلا برنامه تلویزیونی اجرا کردم با فلان آقا، دیدم که مثلا من عالی، تویی، من احترام میگذارم بهت، شما احترام به من میگذارید، همین. ولی ندیدم که زنی بیاد حسادت کنه چون حالا شما رفتی مثلا 45 سالگی رفتی درس خوندی و دکترا و فلان شدی. همه عشق، همه خوبن که نیکبینی داشته باشیم. کتاب نیکبینی رو بخونید. اونجا که ما بد میبینیم، عینکمون رو باید عوض کنیم. آدم ها مثل خود شما خوبن. اگه من بدی تو رو میبینم، یه چیزی تو خودمه، خارج از من نیست. مگه من نمیبینم؟ من نمیبینم. حسادت چیه؟ آره ما آدم ما رو تحریک نمی کنیم، ولی شما میره موفق میشین، دمت گرم. بعضی اصلا نمیخوان بگن چون میترسن. من حسودیش میشه. خب بشه، اگه که حسودیش میشه بیماری اوه، به شما چیه؟ دیگه چی نمیشتن؟ نمیشتن که میشه راجع به فرزند پروری با توجه به نیاز کودک فکر کنم برنامه حالا در آینده برنامه میشه بذاریم. دیگه دست سانازه. حتما اگه سانازه نمیدونش من حاضر نبودم. مرسی، قربان شما خانم دکتر، خیلی ممنون وقت دادید. موفق تر باشی. مرسی. کار، کلاس، خانه داری، همسر داری، دوست داری، همه چیزت بی نظیره. به تبریک. مرسی خانم دکتر. و این احساس رشدت. گروه حمایت خانواده رو بگیم که 17 مارس برنامه داریم. بله، برنامه پی اف جی گروه حمایت از خانواده سوم یک شنبه هر ماه برنامه داریم در ایرواین، در محل جدید، سالن جدید. 17 این ماه 17 مارس میشه، ساعت 3 تا 6:30. صفحه بنده و خانم دکتر رو اگر فالو کنید، فلایرش رو پست خواهیم کرد. بله، ترتل راک کامیونیتی و رایگانه. سپاس فراوان داریم از محصولات غذای الماس، از هولسام چویس، از فرنیچر ستوری که هستش furniture.com، آقای حمید سالار و سپانسرهای دیگه. برنامه بسیار بی نظیره. دیجی داریم، دیجی خوبی داریم و دکتر رضا مرادی تشریف دارن. درباره انواع بیماری های چشمی صحبت میکنم. منم راجع به این که چگونه توازن ایجاد کنیم در سال جدید بین خانه و کارمون، که خودم هم نیاز داشتم توازن ایجاد کنم بین کار زیاد و خانه
و ورزش به خود رسیدن و همه اینا. بسیار خدا عالی، نگهدار. بسیار عالی. خداحافظ میکنم دکتر. خدا نگهدار.